برای نخستین بار شماری از هنرمندان خطاط و نقاش در ولایت هرات با برپایی نمایشگاه هنری با زلزله زدگان کشورهای ترکیه و سوریه ابراز همدردی کردند. از سوی هم مسئولان کشور ترکیه در هرات میگویند اظهار همدردی مردم افغانستان را کار پسندیده دانسته و روابط دیرینه دو کشور را نشان میدهد. با این حال مقام های اداره محلی هرات پیام دلجویی هنرمندان هراتی را قابل ستایش دانسته و هنرمندان را نمایندگان فرهنگی کشور میدانند. هنرمندان خطاط و نقاش هراتی در قالب هنرشان همراه آسیب دیدگان زلزله کشورهای ترکیه و سوریه ابراز همدردی و همدلی نمودند. هنرمندان در نمایشگاه من و نقاشی بیش از 45 اثر را به نمایش گذاشتند. یک ابراز همدردی توسط آثار نقاشی و خوشنویسی خود داشته باشیم با هم نوعان خود، مردمان شریفی که در کشور ترکیه و سوریه جانهای خود از دست دادند. از طریق نمایشگاه ما همین ابراز همدردی خود با اون مردم شریک ساختیم و خواستیم که نمایشگاه هنری هم توسط آموزشگاه هنری پرنیان داشته باشه. از سوی هم مسئولان کشور ترکیه در هرات از اظهار همدردی مردم افغانستان قدردانی کرده میگویند دلجویی و همدلی هنرمندان روابط صمیمی دیرینه دو کشور افغانستان و ترکیه را نشان میدهد. ما خوشحال هستیم که برادران ما، دوستان ما مثل همیشه در کنار ما هستند، هم احساساتی دارن، هم دلی دارن و یک پیام است برای البته مثل همیشه بین کشور ترکیه و افغانستان در تاریخ که برادر و دوست بودن و ارتباط های سازنده داشتن و البته زلزله خطرناکی که در ترکیه و سوریه بوده، این پیام برای همه مسلمانان است، همه بشریت است. ما خوشحال هستیم که این دوستان ما این آمادگی داشتن و البته به نقش به طور هنری این محتوا را مطرح کردن. خود را در غم مردم کشورهای سوریه و ترکیه شریک دانسته میگویند آثار نقاشی و خطاطی هنرمندان انعکاس دهنده پیام همدردی ملت افغانستان به مردمان کشورها است. این عمل را کاملا حمایت میکنیم و در قالب نقاشی و در قالب خطاطی و در قالب داشتهایی که میتوانه حداقل یک پیام همدردی را به ملت بزرگ ترکیه و سوریه برسانه از هرات باستان انتقال پیدا بکنه برای ما بسیار قابل ارزش هست و ما خود همچنان در غم و درد برادرها و خواهرای خود در کشور ترکیه شریک میدانیم. گفتنی است که چند قبل مقامات امارت اسلامی و تاجران ولایت هرات بسته های پول نقد را برای آسیب دیدگان زلزله ترکیه کمک کردند. این در حالی است که 3 هفته قبل زلزله 7.8 ریشتری در کشورهای ترکیه و سوریه رخ داد و تا اکنون بیش از 50,000 تن در اثر این زمین لرزه جان باختند.